چرا چی؟ آقای اون محترم این تیپو میشه گاو میشه میتراشه چه برسه به من. آقا بابا اجازه بدید همتون میرسه. همتون میرسه. ببرین از این تیپو بابا. ببرین از این تیپو بابا جان. تیغ درجه یک علی الناس. آقای اون خانم ها توجه کنید. عالم آدم آشکارن و من از سوار ریش زبر این آقا پیپی رو جلو چشم یکی از این شما ها میتراشه. ببرین اجازه بدید همتون میرسه. تیغای ریز دارید. تیغای شامش که حقش آقا این شله در میاری اپا پشت شله کلا قرفتی نکنی چی کات در نیاد وگرنه خرخرت میبرم چیقای بوز نشان داریم برای شای بوزی چیقای بوز نشان ببین آقا چیقای اولاغ نشان چیقای اولاغ نشان ببریم بیا تا اونجا که تیغ هم بگوره سیر میشه یک نفرم نمیخوره چطوره یه بسته مجانی بهشون بکنم چیق بیابون داریم این مال تو این هم مال تو خط معبر کردن سلام پدر. سلام پدرمه. سلام معرفی میکنم پدر، ستاره همون دختری که قبلا راجبش با تون صحبت کردم. آه بله بله، از زیارت تو خوشبختم. منم همینطور. ستاره همون دختر ایدئال منه پدر. متشکرم. تو هم همینطور هستی؟ خوبه، خیلی خوبه، دختر قشنگیه. ببینم شما با پدر مادرتون زندگی میکنی؟ پدر مادرم اونا به زیارت خونه خدا رفتن. بله. آها، ولی حالا که وقتش نیست. بله درسته، ولی رفتن به حج تو هر وقت و فرصتی ممکنه پدر، مگه نه؟ البته، همین که پدر مادر خدا شناسی داره این خودش خیلی قابل اهمیت. خیلی ازتون متشکرم. پس شما از ستاره خوشتون اومده؟ بله. یه دختر به این قشنگی رو میخوای بگی بدم اومده؟ نگفتم ستاره، نگفتم. نگفتم پدر از تو خوشش میاد؟ خب دیگه من باید برم، امیدوارم خوشبخت بشی. خدا حافظ دخترم. خدا حافظ پدر. من نمیدونم تا کی باید تو این چهار دیواری کاگلی بشینم و به بدبختیام فکر کنم. تو خودت میدونی من از صبح تا شب جون میکنم تا بتونم شکممونو سیر کنم. آخرش چی؟ با این وضع که نمیشه زندگی کرد. دلم میخواست حالا که هیچی ندارم لااقل پاهام سالم بود. درست میشه بابا، قصتشو نخور. آخه از کجا میتونیم 20,000 تومان پول معالجه پامو فراهم کنیم؟ خودت که دیدی دکتر چی میگفت. تازه این با تخفیفیه که میدن. تو هم واسه چندر قاز پول از صبح علت طلو میدویی، تازه یکیمون گروه دوه. میدونم بابا میدونم، خدا بزرگه، خودش درست میکنه. خدا 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 اگه میخواست تا حالا درست کرده بود. آخه چرا باید این آخر عمری من پیر مرد زمین گیر بشم و تو این رخت خواب بیفتم؟ گفتم که خدا بزرگه. من میرم بابا، دیرم شده، بچه ها منتظرن. من که نمردم، کار میکنم پول در میارم، همه چی رو درست میکنم، خودم کوچیکتم. تو جوش نزن بابا، باشه؟ قربونت برم. خدا به همراه دختر. راستی بابا، 10 تومن گذاشتم رو تاخچه. تن آدمی کثیف است به جان آدمیت. میگه نه همین لباس زیپدار نشانه آدمیت. چی دارید میگید بچه؟ اونو هاش دارم میاد. بگو تو خونش دارم میاد. سلام. باز تو دیر اومدی با که چشمون بابا گولی شد از بس دیر زدی. نگو رفته بودی پارتی؟ بله حوصله ندارم، سر به سرم نذار. شنفتی چی گفت؟ سر به سرش نذارین که حوصله ندارن. چی شده؟ چرا حوصله نداری؟ به نظرم عبوی محترمت باز ناراحت است. آره فکر بابام داره دیوونم میکنی. از کجا میتونیم 20,000 تومان پول جور کنیم برای معالجش؟ چی گفتی؟ 20,000 تومان برای معالجش پول لازمه؟ ویل؟ آره پیول. بچه ها بیاین بریم دزدی. دزدی؟
تو با اون شکم گندت میخوای بری به دزدی؟ پس چی؟ فکر میکنی 50 سال دیگه میتونی با پول سیگار فروشی 20000 تومان تهیه کنی؟ یالشو خفشو خفشو یالشو 50 سال دیگه به تو کاری نداری پسر، مخ تو بده ترشکاری، این درست میشه، اما فقط با یک چیز. با چه چیز؟ میگم دعا کنم. دعا بکن، دعا کنم بکن. ای خدای بزرگ، ای خدا، ای خداوند تبارک و تعالی، اونا یک آدم پولدار رو بده به ما، این فقر و فلاکت و بدبختی رو بده به اون. میگم آمین یا رب. هر کار یه زردی من از تو سرخی تو از قربان. ببخشید میتونم یه فضولی بکنم؟ چه بگو، تو که کارت فضولی کردنه. میدونید قربان، میخواستم بگم این خانومی که همیشه با فرهاد خانه و خیال دارن با هم عروسی کنن، اونی که شما فکر میکنین نیست. یعنی چه؟ قربان من واقعا معذرت میخوام که این حرفو میزنم. این خانوم که با پسر شما فرهاد خانه یه رقاصه است، یه رقاصه که توی کاباره کار میکنه. محمد وای به حالت اگه یک کلمه از این حرفا دروغ باشه. اوه اختیار دارین قربان، من اونو با چشمای خودم دیدم که میرقصه. میتونی نشونم بدی؟ اوه معلومه قربان. کی؟ همین امشب خوبه؟ چی میخواد عروس من بشه؟ عصبانی نشین قربان، یه وقت فشار خونتون میاد بالا. مامان جونش رفتن حج نیستن که دخترشونو ببینن. پاشو حالا که اومدیم اجازه بدین تا آخرش ببینیم قربان، برنامه بعد نیستن. بلند شو بریم. بله چشم. صدای کف زدنشون میشنفی؟ ببین دارن چی کار میکنن، سالونه دارن رو سرشون میذارن. من با رقصم تمام کافر رو زیر رو میکنم. به هم ایبول میاری هستم؟ هنوز نه. نه؟ نه. چرا؟ چرا؟ پس چی شد؟ مگه تو نگفتی تا یه هفته دیگه همه کارا رو تموم میکنی و پسره رو میشونی سر سفره عقد؟ چه خبرته؟ تو بیشتر از خود پسر جوش میزنی. آخه من حواسم پی پولای اونه. من میخوام تو زنش بشی و بعدش هم پولای آقا پسره رو هاپولی کنیم. پس کی؟ تو که خبر نداری جونی. پسر پیروز منو به عنوان عروس به پدرش معرفی کرد، عروس آقای افخم. اون یه هنرمند پدر، چرا نمیخوای اینه بفهمین؟
هنرمنده؟ چیلو هنرمنده؟ اون که شب و روز لنگ و پاچشو جلوی هزار نفر میندازه بیرون هنرمنده؟ اون به درد تو نمیخوره، فقط همینو بس. ای به کار در اینه که شما همیشه به ظاهر آدم ها نگاه میکنین. اون دختر خوبیه، اینم بدونی که اگه خواسته باشین مخالفت بکنین مجبورم این دفعه حرفاتون رو نشنیده بگیرم. من دیگه بزرگ شدم، من یه مردم پدر. مرد؟ مرد؟ هر کی شلوار پاش کرد مگه مرد میشه بچه؟ اگه امروزی خواسته باشه بدون اجازه من کاری بکنی یه پاپاسی هم بهت نمیدم. من به ثروت شما هیچ احتیاجی ندارم، من قول دادم و سر قولم هم هستم. تو قول دادی ولی یه ذرم فکر نکردی. فیتیله این کار از گوشت باید بکشی بیرون. تو هیچ وقت نباید این کارو بکنی، میفهمی؟ هیچ وقت. پشیمون میشی ها آقا جان. تیزه سلام عرض بکنم قربان، تیز بدم روی شده رو جانم. آی بابا اگه نداری نفر بی انصافات یه دونش هم نخواهی نداری. من دیگه کسی جراب پاش نمی بره بابا، من گرم باج میارم. از این بچه باج میارم بابا، باج آوردم. چی؟ آقا جراب باد بردم. باد بردی؟ باد بردی؟ باد بردی؟ ای باد چه خاک بر سر بود. آهای آقا یونا، آهای آقا بگم یه دنه ما راه هم بکن ببین باد برده. بابا سرف این فیلم چه بنده بادش خالیشه حال جون. اصلا اقلا از این تیپا ببن روی شما بارکتونه بتراشی. باز که اینا مرکه گرفتن دلم میخوای بچه دلم دلم بزنید چای پاس بود باش تو همی که بیمیر کمو بیر باش ببینم بلان شو ببینم تنه لش بلان شو ببینم شکر خود من مردم الان خودم با این باتون زندت میکنم. زنده میشی یا زندت کنم؟ زنده میشم سرخاشون، زنده میشم. آقا جوراب بدم. نه جونم نمیخوام. آقا جوراب بدم. نمیخوام دختر جون. جوراباش خیلی خوبه، هر رنگی هم که دلتون بخواد دارم. نمیخوام بابا جون. شما یکیشو بپوشین اگه نخواستین بعدم بگین نمیخوام. این جوراباش خیلی علاست، هر کی خریده مشتری شده آقا. دختر جون زبون سرت نمیشه. یه دفعه گفتم نمیخوام. آقا اگه شما یه جفت جوراب ازم بخرین من کلی خوشحال میشم. خب من باید بابای افلیجمو نون بدم. چش قربون. بفرمایید این رنگ خوبی، رنگ ساله. ایسه بدین بازم دارم. این خیلی قشنگه، به کرواتتون هم میاد قربون. سب کنیم بازم دارم. بفرمایید قربون، این از همش بهتره، به رنگ لباساتون هم میاد. متشکرم. روزی چقدر کار میکنی؟ به اندازه بخور نمی. دوست داری یه کاری بهت بدم که درآمدش از این بیشتر باشه؟ نه آقا خیلی ممنون، حتما عوضی گرفتیم. پول جوراباتون جفتی 5 تومن میشه. فکر بد نکن دختر جون، من مثل پدرت نیمونم.
اگه بهت پیشنهاد یه کاری دادم فقط به این دلیله که میتونم میتونی از عهده‌اش بر بیای. ببینم سواد داری؟ میتونم بخونم اما خوب نمیتونم بنویسم. بسیار خوب. تو فردا بیا دفتر کار. اونجا با هم حرف میزنیم. ولی من تنها نیستم. میدونین آقا؟ خیلی خوب، خیلی خوب. با هر کس که دوست داری بیا. بیا. اینم آدرس منه، بولوار ساختمان 777 طبقه 20. این مردی که این ساختمون مال اویا به ایسادگی از خیرتون نمیگذرم. حتی یک قدم نباید جلو بره. آقای بلش کن بابا. اخیش قیافه منشه چی پلسیده شدش. چه صندلی نرمیه. خب چی دوست داریم بگم براتون بیارم؟ من چایی با شیرنی مربایی. چایی بزرگ با شیرنی مربایی گنده. یه چایی بزرگ با چند تا شیرنی مربایی گنده. میگم این دفتر به این قشنگی مال خودتونه؟ آره عزیزم. این ساختمونه به این گندگی چی؟ آره عزیزم. بفرمایید خانم. به به خیلی ممنون. نوش جان نوش جان. بیمونه با میره چایی میبره نمیز بس کیه؟ باره ما هم میره. سلام عرض کردم، ببخشید آقا تشریف دارن؟ معذرت میخوام جلسه دارن، نمیتونن کسی رو بفرستن. بهشون بگین این چهارمین مرتبه است که ما اومدیم خدمتشون برسیم ولی تشریف نداشتن. خواهش میکنم حتما بهشون بفرمایید قرارداد رو امضا کنن. یادتون که نمیره. یاری میزنی. خدافظ. تو قله. خدافظ. ها؟ تو چی فکر میکنی؟ من؟ آره. من فکر میکنم دارم کوفته برنجی میخورم. ای الهی که تو کوفت بخوری. سه تا نر آدم اینجا نشستین و اون دختره ناموسمون رو با دستای خودمون فرستادین به اون تو. حالا کیه برا اون تو اون در آره از اون تو. خودم کردمشون تو، خودم در میرم از اون تو و من تو. باید به هم دیگه بریم اون تو سه نفری در واز کنیم قضیه رو فیستانه بدیم به فکرش. آفرین کاملاً صحیح هست که درست هست. بنا مون مردمانی هستیم متعصب، غیرتی و شرافت. به شرافت دارم. باید این دنبال غیرت بفرمی. بشن بریم. باز چی شده آقایم؟ خواهش میکنم. شلوغ نکنین. خواهش میکنم. شلوغ پلوغ نکنین چیه خانم جان؟ شلوغ پلوغ چیه؟ ما نمیتونیم اینجا بنشینیم اون وقت اون تو باشن. آخه جلسه دارم. جلسه؟ هر چی تعداد در جلسه بیشتر باشه بهتره. جلسه جلسه خبره. چی شد آقایون؟ مگه دیوونه شدی؟ آقا ببخشین، ما یادمون رفته بود دوستامونو بهتون معرفی کنیم. میدونین ما هممون با هم کار میکنیم. بله، یعنی همه چون با هم دیگه کار میکنیم همون با هم دیگه همکاریم. چون ممکنه خدایی نکرده به بازار بد بکنه. یعنی شما محافظش هستین؟ آره ما محافظش هستیم. اون وقت با هم نسبتی داریم؟ خواهری، برادری؟ بله قربون، ما خوار برادر هستیم ولی از پدر جداییم، از مادر سوا. خوبه، از آشنایتون خوشحالم. بفرمایید بشینید. بفرمایید. خوشحال شدم. خوشحال شدم. خوشحال کنید بچه‌ها. چون باید بزنید در حضور آقا. چون باید بزنید. خانم شما بفرمایید. یادتون باشه من امروز جلسه دارم و کسی رم نمیپذیرم. اطاعت میشه قربون. سمینارم داریم در زیم. راستی یادم رفت، میگم که بگو عزیزم، هر چی میخوای بگو. آقا اگه لطف کنین و یه کاری به این بچه ها بدین، من قول میدم که خیلی خوب از عهده‌اش بر بیام. بله بله، ما ضمانت هم داری. راست میگه، من ضمانت اون نمیکنم، ضمانت علی شلی با من. بله بنده هم ضمانت نامه توپل بپل را میکنم چون آدم بیچاره. من ضمانت ایشون هم میکنم. به این حرفا احتیاجی نیست آقایون، من به حد کافی به اندازه همتون کار دارم، به شرطی که خوب انجامش بدید. خاطرتون جمع باشه، هر کاری که بگین میکنیم. خیلی خوب. ببینید، من یه پسری دارم که یه خورده ناقص العقله. دلم میخواد شما یک پلیتیکی بهش بزنید تا اون دست از کارش ور داره. میدونی؟ ببخشین آقا جسارت، پلیتیک یعنی چی؟ پلیتیک یعنی کلک دیگه. خیلی ما که اهل کلک نیستیم. این به صلاح شماست.
چی؟ خدا به سر شاهدم ما که اهل کلک نیستیم حضرت ها. درسته. مومنتو خواهش میکنم شما دخالت نکنی ساکت بگیری بشین. تو هم ساکت خفه خون بگیری ببینیم چی میگه. ولی من یک نفر پولدیدم. من میخوام شماها نقش یک آدم میلیونر رو بازی کنید. هرچی هم که لازم باشه میگم در اختیارتون بذارن. لباس، ماشین، بیلا، خلاصه هرچی که لازم باشه. شوخی میکنی؟ نه کاملا جدی میگم. آخه واسه چی؟ ببین عزیزم، هر کسی یه دردی داره. درد منم اینه که پسرم یه کمی احمقه. بلا نسبت حضرت آقا چرا؟ برای اینکه عاشق یه زن رقاصه احمق‌تر از خودش شده. منم تصمیم دارم به هر قیمتی که شده میونه اونها رو به هم بزنم تا این پسر دست از سر زن ور داره. بنابراین اگه مریم بتونه نظر اونو جلب کنه دیگه کار تمومه. ولی من نمیتونم. میتونی، خوبم میتونی. تو دختری هستی خوشگل و جوون و اگه دلت بخواد میتونی و میدونی که با هر کس چجوری رفتار بکنی که ازت خوشش بیاد. ولی آخه میدونین من فکر همه چیزشو کردم. بابت این کارم اگه موفق بشین 50,000 تومان بهتون پول میدم. 50,000 تومان؟ منو بگیرید که حالم به هم تو. بلنشو دوست عزیز، بلنشو کاجل بیاری. یعنی با این پول من میتونم به اومو معالجش کنم. معلومه. شماها قبول کنین، من همین فردا صبح باباتو با اولین هواپیما عازم اروپا میکنم. قول میدم. یعنی من باز برم خارجه؟ آره بابا، عوضش ایشالله خوب میشین و برمیگردی. ولی آخه من باید بدونم تو این پولا از کجا میخوای بری؟ شما دیگه کاری به کارا نداشته بودی. خدا بیدار بشه. خدا زد زار مطلب شکرت. ولی آخه دختر جون، من تا خودم جمع نشه تو این همه پول از کجا میخوای فراهم کنی محال از اینجا برم. آقا چون به مرگ مادر مادرت ما برای آدم خرپول کار میکنیم. درست میگم یا نه؟ چی داری میگی؟ حرف دهانت بفهم. خرپول نبود پولدار. خیلی هم مرد نازنینیم مگر نه؟ آجی میگه تو خجالت نمیکشی که پشتش در یه مرد شریف پول دار. ممنتو جفتتون ممنتو. آره ما یه غلطی کردی بادی توی سکه یه پولمون بکنی. خیلی خوب باشه به هم دیگه میرسیم. دیگه نه من نه شما. شما بابا نفهمیدم حالا دیگه برو بابا ما اخی شدی. اخی بوده بازم گیره من میفتی حالا میبینی نشکار من باید بکشه. هر کس به قطر فهمش فهمید مدعا رو. دعوا نکنیم قضیه رو به من بگیم. ما هممون توی شرکت بزرگ کار میکنیم. رئیس اون شرکت قبول کرده که به جای پول پیش قسطمون شما رو بفرسته خارج تا پاهاتون رو عمل کنید. یعنی من پاهم خوب میشه؟ آره پدر. صبح بخیر پدر. صبح خیر. کجا صبح به این زودی؟ والا میخوام یه خورده درس بخونم. پس امتحاناتت شروع شده؟ بله، ولی هر چی میخونم چیزی نمیفهمم. برای اینکه فکرتو به درس نمیدی. وگرنه چرا نباید بفهمی؟ آخ جوی چی جایی باشه پایی؟ هی سلام. یه رقه نمیان این تا یه قهوه بخوری؟ چرا الان میای؟ اونا کی هم پدر؟ همسایه های جدیدمون هستن، تازه اومدن. میشناسینشون؟ آره، پدرش یکی از دوستای قدیمی من بود. الان چند ساله که اروپا زندگی میکنن. دخترشو با 3 تا مستخدم یه مدتی فرستاده اینجا. با 3 تا مستخدم؟ خب آره، 3 تا مستخدم برای خانواده اونا چیزی نیست. مواظب رفتارت باش، این از اون دخترای معمولی نیست. آه.
خوشبختی میکنم. پسرم فرهاد. خیلی خوشبختم. منم همینطور. خواهش میکنم. راستی ببینم، از این خونه راضی هستی؟ آره خوبه، ولی میدونین حیف که چه ویله نداره. چی فرمودین؟ آخه من چند تا اسب قیمتی دارم که دلم میخواست میتونستم اونا رو بیارم پیش خودم. به نظر تو رایی هست که خانم بتونن اسباشونو بیارن اینجا؟ اسباشونو؟ خواب میتونم بیارن تو اتاق خواب بنده؟ من از ساحه برمیگردم، میبخشید. خوردم زمین، آخ خدا جون، آخ بام، آخ وای 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 مردم خدا جون. اینجا 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 مسکه داره موفق میشه و دختر نگو بلا بگو دست پرورده خودم داره موفق میشه رفتن تو قسمت لومبه. آره اینجا اینجا خب حالا چی؟ حالا حالتون بهتر؟ گوش کن ستاره، دلم میخواد شب که تو کابارت دیدمت به هم بگی دیوونش کردم. باشه؟ مطمئن باشه عزیزم. میمردم، آخ درد میکنه، دلم داره زخم میره. فرهای سلام. حالا چطوره؟ نکن خانم کی باشه؟ اون کسی نیست. بیا بریم. میدونم ولی تو هم نباید به این زودی ناامید بشی. این جلسه اول بود، تا اگه به همین شکل جلو بری قول میدم موفق میشه. کاملا درست است که سعی از کنم. این چه سعی؟ تو دیگه لال شو. خوش هم لال بشو و هم خفخان بگیر. درست عرض میکنم قربان. صلاحیت اظهار نظر نداره. الان عرض میکنم حضورتون، مردی که با این هیکل گامبو نتونی یه نیم رو درست بکنی که حق اظهار نظر نداره. این تو تمام کتابای دنیا نوشته. اینو دارم با شما شوخی. کسی که نمیتونی یه نیم رو با دو تخم درست بکنه صلاحیت اظهار نظر نداره. اینو در تمام کتابای دنیا نوشته. من نباید تو امید شوم. اجازه بده من بگم. من حضور من بیشتر باش. من اینو عقلش نمیتونم. تو همین چه که پیشرفت کردی عالیه. باید ادامه داد. ولی آخه اون زنه حسابی هوش و حواس این پسره رو برده. به قول مسئله من رو بگه گرسب کنی زیگور ترلوا سازم. بنده با اجازه شما میام حضورتون و کار فیصله میدم. مرحبا قربان از تصمیمی که گرفتین منصرف نشین. نگذارید دوباره ما به سوی فلاکت بیفتیم. ای بانوی خوشقیافه، با اجازه جناب آلو میخوام دو کلمه شعار بدم. بیا لطف کن در حق این پیرمرد بدبخت زبان اون رو بخورید. نشه بنده خودم از چسب. تو باید این کارو ادامه بدی. بیرو حرکت دوباره بیاری بره. قربان ولی برابو، برابو، کاتی کود. الو؟
الو سرتایی؟ خواهش میکنم حرف بزن، حتی لوس نکن. اگه حرف نزنی قطع میکنم. بخواب شیطون. الو سلام. سلام شما؟ منو نمیشناسی؟ اول اسمم میمه. او چرا چرا شناختمتون. اول اسمتون میمه. عزیزم نصف شبی تلفن میکنی که اول اسم من میمه؟ جان من چرا مردم آزاری میکنی؟ چرا این با من چیکار داری؟ خوابم نبرد، گفتم یه زنگی به شما بزنم شاید یه راه حلی به نظرتون برسه. والا من دکتر نیستم، ولی مثل اینکه یه 30-40 تا قرص خواب‌آور بتونه شما رو معالجه بکنه امری نیست؟ نه، ولی میخواستم بگم شب بخیر خانم. نمیتونم از پس این پسر بر بیا. خیلی خوب بابا، دعوا مرافع رو ننداز، اسباب کشته میکنی. پول هایی رو که گرفتیم میبریم دو سه اسباب کشی کنیم. آخه چه؟ بله خب بله راست میگه خرس گندی. وقتی چهار تا نرقول نتونن از پس یه بررقول بر بیان، میخوای بازم اینجا لنگر بنزن احمق اولاق هم؟ مگه من نمیگوشم؟ من نمیخوام از اینجا برم. یه باید فکر کرد، یعنی مومن تو کاملا صحیح هست که درست است. باید فکر کرد. باید فکر کرد. چی باید فکر کرد؟ زفری مور موردشو صدا تو برن یافتم بدش به من. چی بده؟ عجب خریا میگم یافتم میگه بدش به من. گوش کنیم بچه ها، گوش کنیم. یه مهمونی ترتیب بدیم به جان مادرم، یک مهمونی ترتیب بدیم پسر و نامزدش هم میان اینجا، اون وقت ما میدونیم با نامزد پسر یک بلایی سرش میاد که حس کنی بجان تو. خوب اگر نیومدم چی؟ اون دیگه با پدر است، خودش ترتیب همه کارا رو میده. والا من هر چی فکر میکنم میبینم نمیتونم به این مهمونی بیام. شما میدونید که من آخه چرا؟ این بی‌ادبی نیست که تو جمع مهمونا نباشی؟ خب من امشب با ستاره قرار دارم. خب ستاره رم بردار بیارش، این که دیگه کاری نداره. میترسم اون نیاد. وقتی تو بهش بگی حتما میاد، چرا نباید بیاد؟ ببینم چیکار میتونم بکنم. میرم یه تلفن بزنم. سبا خونه با کردی که شم گوشتی آخر چم باش من مواظبم جان عزیزت مواظبم بقیده من یه دختر و پسر از نظر خانوادگی باید توی طبقه باشن تا بتونن با هم زندگی خوبی رو شروع کنن. نه من کاملا مخالفم. من میگم اگه عشق بین دو نفر باشه دیگه بقیده شرطه. ولی خب به این سادگی هم نیست. خانواده، اخلاق، معلومات، رفتار، هر کدوم از اینا سهم عمده‌ای در میل نداشته باشی که نمیشه بفرمایید. نه بفرمایید. خانم گفتن میل ندارم. بفرمایید. خواهش میکنم به کسی بگی بخورم. اصرار نکنید بفرمایید بخورم. کجا میری؟ میخوام ببرم سروازشو درست بکنم. تو همینجا بمون من میبرمش. بله مهمونه رو تنها بشه. ولی شما که هیچ مانعی نداره برو تنها بکنم. فراد خان من واقعا از وضعی که پیش اومد متاسفم. مهم نیست. ایشون همون نامزدتون بوده؟ بله چطور میگه؟ هیچی همینطوری پرسیدم. شما نمی رخصید.
این بس پیش بیاد و بره با اون دختره برخصه. کدوم دختره؟ آه اتفاقا دختره قشنگه. بیاییم بریم. طبق محاسبات و تجربیات بنده اون دختره اونقدر پر رو و دقیقه که به ایزودی میدون را خالی نمی کنه. بله یعنی میدونی این دختره میدون خالی نمی کنه پس ممن بود. مهم نیست پیش روی که یهو نمیشه. ذره ذره وجب به وجب باید جلو رو. من از برنامه دیشب خیلی خوشم اومد. حالا میگین چیکار کنم؟ امشب با هم میریم همون کاباره‌ای که ستاره اونجا برنامه داره. من کاباره دوست دارم. تو چی میگی؟ اتفاقا کاباره مجانی هم بد چیزی نیست. این گامبو درست میگه. به نظر من لازمه با نیروی کامل بریم اونجا که نتیجه کاملی بگیریم. برو کنار، من کاملا با تو فوب موافقم. به مرگ مادر تو میگه اگه بخوام دروغ بگم عین این برنامه رو من تو خود ایتالیا با سوفیا لورن پیاده کردم. جینا لولو اصلا صداش در نمیاد، اصلا نگفت آخ به مرگ. درست من شاهد بودم. به شرطی که قول بدیم مثل آدم باشی. فهمیدی خانم؟ فهمیدن آدم باش، آدم باش، فهمیدی؟ آدم. خاطرتون جمع باشه، من از هر جهت مواظبتم. هر اتفاقی هم که بیفته خودم پاشوایی میستم. خلاصی جان عزیزت قسم. میکنم درست بشیم بله. یعنی اون حسودیش میشه؟ خب معلومه. دست از سر این بردار که سفر. تو هم حرف دهن گشاده تو بفهمی ایک بیری با من. Yeah, I'm gonna
جنگ نردونه شد تو برو خواهش میکنم پدر تو در میارم من دیگه خسته شدم واقعا از این بس خسته شدم ناراحت نباش عزیزم مطمئن باش من همین امروز موضوع رو با پدرم در میون میذارم حرفی تو باور کنم خب معلومه خب دیگه من باید برم خوب نیست اینجا باشم خدافظ قربونه تو ستاره همه چیز رو شنیدم واقعا به تبریک میگم عالی بود فایدهش چی؟ اون دختری جعلق رو ندیدی؟ چرا؟ ولی هیچ میدونی اگه اون نبود این وضع پیش نمی اومد؟ دیگه از این وضع خسته شدم میخوام سر به تن فرهاد نباشه تا کی تظاهر بکنم همیشه گفتم حالا میگم من واقعا عاشق تو هستم تو از من میخوای زن فرهاد بشم هر کاری بگی میکنم فقط از من جدا نشو محکم نقلم ماچم کنش خواهش میکنم پشارم بده عشق من ماچم کن من یه کارمون تو رو بستم میگه به قول خان رفیق سیف الله خان دندون باید گرفت گوش رو جگر و بعدم یه فشار داد فشار که میدونی چی ولی اون فردا میخواد باش عروسی کنم عروسی بکنم مگه کشکم جون من میمیرم واسه کشک تو پول میگیرم یه خط میکنم خفتو خفشو تا پول برای فکرش باید فکر کرد یه نقشه حسابی باید کشید بالا و پایین چپ و راست که اصلا مولای درداش نره مودا پیداش کردم یک نقشه حسابی از یک فکر حسابی که درست اگه پیاده بشه میتونی مثلا سوارش بری و کار تمامه آقای مامان تو هر نقشه ای داری باید قبل از این که خطبه عقد را بخونن انجام بدی وگرنه کار تمامه مرگه مادرش ممین تو بسم الله الرحمن الرحیم عروس خانم آیا موافقی که شما را به عقد ازدواج دائم جناب آقای فرهاد خان داد خبرم جواب بده عزیزم یه چیزی بگو تکرار میکنم عروس خانم یا بنده وکیلم که شما را به دائم آقای فرهاد خان در بیاورم نه چی؟ کجا داری میری؟ باتم بایستم چرا داری فرار میکنی؟ بایستم ببینم تو؟ آره من تو از جون من چی میخوای؟ چرا نمیذاری بری تا من به زندگیم برسم؟ نمیتونم نمیتونی؟ چی رو نمیتونی؟ تو زندگی منو به هم زدی داری آینده منو خراب میکنی آخه واسه چی؟ چون اشتباه میکنی من دلم نمیخواست اینطوری بشه واقعا دلم نمیخواست بشه فقط همین؟ خیال میکنی کار آسانیه؟ من دلم میخواد تو با اون عروسی کنی چرا؟ نمیدونم چراشو نمیدونم ولی اینو میدونم که من دوست دارم تو چی داری میگی؟ نمیدونم تکون ندی چه وا نمیشه یه خود جوش میبینم چی داری اون تو چیزایی داری تو بره ما چی از جون من میخواد همینو از سوال بنده خدمتون عرضه میدارم تو پول مالو بله عاشق از حضورتون و از جناب خیلی خوب بسته تو پول بسته کافی به تمر خودم برسو میسونم احتیاجی به عرض جناب نیست برسیت حضورتون که ما به این دلیل شما کتبن کردیم که باز عبرت سایرین داد و بعدم ببینیم چی شاری از این بند رها میکنیم که قول بدین بعد از این مزاحم خانواده فرهاد و شخص آقای فرهاد نشید مسخره است این مسخره است سه تا دلغش مسخره دست و پای تو رو بستن و یه دختر مسخره رو جای تو نشون از خسافه عقد خنده داره خنده دار یا گریه دار قضیه همین بود که گفتم خب چی کار میکردم اگه من بیارزم بگو یه کس دیگه این کارو بکنه که اینطور
باشه باشه ستاره، هر طوری که تو بخوای. گوش کن، من واسه خاطر تو هر کاری بگی میکنم. زنایی مثل ما خاطرخوا نمیشن، اما وقتی هم شدن تا پای جون میرن. ازم دلخور نباش، من خاطرخواتم. خاطرخواتم، بغلم کن، بغلم کن. هر کاری بگی میکنم، اگه بخوای دنیا رو آتیش میزنم. تو میخوای من زن فرهاد بشم، میشم، ولی در حقیقت مال تو هم. اما طولی کشی که اون سر به نیش میکنم، بعد دوتایی پولاشو بالا میکشیم، میره به نیفه دنیا با هم عشق میکنیم. من همه این کارا رو فقط به خاطر تو میکنم. گیرم این دفعه هم سرم خورد به سنگ، اما اون پسر مثل موم تو دست منه. هر کاری بخوام باهاش میکنم. تو فقط بغلم کن. تموم راهو، تموم راهو به جون اومدم. شاید 10 بار باید با ماشین داغون میشدم، اما چشمامو بسته بودم و پامو گذاشته بودم روی گاز. این خیالم نبود که چی به سرم میاد. فقط میخواستم به تو برسم و بگم معذرت میخوام. اما تو زن، تو چرا اینطوری با من تا کردی؟ چرا؟ گوش کن بیدک و پوز، تو هم اگه مثل آدمیزاد دارون باشی سرت سالم میمونه، وگرنه گردن تو میشکنم. روشن شد؟ اما تو لیاقتت همینه که هست، همینه که توی لجن دست پا بزنی و توف آدمایی که با زندگیشون بازی کردی از سر و رود پایین بریزه. دنیا رو آتیش میزنم. تو میخوای من زن فرهاد بشم، میشه، ولی در حقیقت مال تو. اما توی نمیکشی که اونو سر به نیستش میزنم. تو توی پولاشو بالا میکشی، میرین یه طرف دنیا به آتیش. بله، خودم هستم. چی؟ تصادف کرده؟ کدوم بیمارستان؟ متشکرم آقای دکتر. نگران نباشید، یه حالت شوک بهش دست داده، خوب میشه. یعنی میتونی ببریمش دکتر؟ بله حتما، ولی اگه یکی دو ساعت اینجا استراحت بکنه بهتره. خیلی متشکرم آقای دکتر. خواهش میکنم، بفرمایید اتاق رو. دکتر لطفی بفرمایید. شما؟ نه عزیزم، تو باید استراحت کنی. من خوبم، داریم نشده. ولی شما چرا؟ این چه حرفی فرهاد؟ وقتی پدرت بهم گفت تصادف کردی، نمیدونم تو اینجا رو چطوری اومدم. من نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم مریم. متشکرم، تشکر لازم نیست. کمکم کن، کمکم کن مریم. Thank you.
پدر، میخواستم راجع به مسئله مهمی با تون صحبت کنم. آه پسرم، چه؟ این دفعه دیگه با فکر اون دختری رو که میخواستم پیدا کردم. هستی؟ خب، مبارکه، اون کیه؟ میدونم که شما منو میشناسین و با ازدواج ما موافقین. راست میگی؟ خب، بگو ببینم کیه؟ مریم پدر. بله پدر، فکر نمی کنم این دفعه دیگه مخالفتی داشته باشه، چون خود تو لهم معرفیش کردیم. آره، ولی می دونیم انتخاب همسر کار همچین سهل و ساده نیست. آدم نباید عجله بکنه. می دونیم پدر، من تمام فکرامو کردم. واقعا تصمیمم اینه که یا مریم یا هیچ کس. و باید بگم از شما متشکرم که باعث آشنایی ما شدیم. خب دیگه من باید برم. خداحافظ. خداحافظ. اومدم درستش کنم، بدترش کردم. چرا؟ چرا نمیتونیم ازدواج کنیم؟ نمیتونم. من واقعا میترسم. میترسی از چی؟ من و تو خیلی زود با هم آشنا شدیم فرهاد. هنوز همدیگر رو خوب نشناختیم. این چرفیه که میزنی. وقتی ما هم دیگر دوست داشته باشیم دیگه هیچ اشکالی باقی نمیمونه. میدونی فرهاد، من نمیخواستم اینو بهت بگم، ولی مثل این که داری مجبورم میکنی. پدر مادرم میخوان منو به یه جوان دیگه بدن. پدر مادرت؟ این تویی که میخوای ازدواج کنی نه اونا. درسته، ولی نظر اونا هم شرطه. خب من باشون صحبت میکنم و رأیشون رو میذارم. میدونی که اینجا نیستم. بالاخره برمیگردن، منم با پدرم صحبت میکنم و کارو تمام میکنیم. فرهاد، واقعا دوستت دارم، ولی نمیتونم. اینو که میگم قبول کن. آخه چرا؟ نمیدونم، بین من و تو خیلی فاصله است. من تو پس چرا نمیاد؟ اون آش داره میاد، از آن دست داره میاد. داره خودشه. اون آش آش خوب شده، میتونه راه بره. پدرم بچه ها، بابا جون، بابا جون همه. خدا رو شکر دوباره تو رو جوگم. شما خوبی بچه ها؟ خوبیت مومنتو پدر، مومنتو گره اون برای تیه ریزه شده اون کلا سرقه منه بده که تا آگل این مثل همیشه دروغ میگه. برو بذارش تو ماشین بفرمی سواشین. کدام ماشین ها؟ آره شما بیاین، قضیهش خیلی مفصله، به اندازه یک کتابه. بابا جون خواهش دارم، تو برو از اون بر. بایست بچه سوار شدید. این ماشین به این بزرگی مالی کیه؟ کرایش کردی بابا، کرایش کردی. ای بابا پدر و مادر و آدم دروغون نعلات بگو باشه، این کرایه ای؟ بابا چرا همش میپریم به من؟ گفتم بیا خط. بابا جون من که بهتون گفته بودم که یک کار خوب پیدا کردم. این ماشین هم مدیر شرکت رو بهمون دادیم. آها، ولی آخه میدونی خیلی عجیبه. بفرمی سواشی لگه سواره شده سر میرسه. بفرمی سواشی لگه بفرمی سواشی لگه بفرمی سواشی لگه بفرمی سواشی لگه لفتش میدی از اروپا آمدی خیلی لفتش میدی. ببور بلا تو هم بفهم چی ماشینی ندیدی. بریم با خدا پسیم تو چی میگی؟ من تو هم میای تو دیگه میای چی کار؟ ببین دختر جون، دلم نمیخواد فکر بد بکنی، ولی خودت باید قبول کنی که ازدواج تو و فرهاد عاقبت خوبی نمیتونه داشته باشه. میدونم، من خودم هم دلم نمیخواست اینطوری بشه، ولی من واقعا دوستش دارم. ببین عزیزم، من با پولی که بهت دادم میتونی خوشبخت بشی، حتی ماشینم هم بهت میبخشم. نه متشکرم، ماشین نمیخوام. اون پولارم اگه خرج معالجه پدرم نکرده بودم مطمئنم بهتون پس میدم. دختر جون این پولارم بگیر، هر کاری دلت خواست بکن. نه، درسته که من دختر فقیر هستم، ولی حاضر نیستم عشقم رو با پول عوض کنم. ولی تو با این فداکاریت آبرو و حیثیت خانوادگی منو نجات بدی. میدونم، شما باید منو ببخشی. نه، این چه حرفیه میزنی؟ این تو بودی که پسر من از دست اون رقاصه نجاتش دادی. حالا هم ازت میخوام که یه قولی بهم بدی. چه قولی؟ سه
سعی کن هیچ وقت فرهادو ندید. اگرم دیدیش بهش روی خوش نشون ندید. خورید تو یه ساعت دیگه من از اون خوب میرم. تو یه ساعت دیگه بده فرهاد. این چند روز خیلی به ما خوش گذشت. خدا حافظ خانم. فرمان قربان اونا نیستن، خونه رو تخلیه کردن. کجا رفتن؟ نمیدونم، فقط این نامه رو دادم که بدم بهتون. فرهاد من چاره ای جز جدا شدن از تو نداشتم. من از یه خانواده فقیر هستم ولی تو به یه خانواده ثروتمند تعلق داری. راستش آشنایی من و تو یه نقشه بود، نقشه ای که پدرت به خاطر جدا شدن تو از اون رقاصی کشیده بود، ولی من بدون اون که بخوام عاشق تو شدم. ای کاش نمیشه. همیشه دوست دارم. چیه فرمان؟ اونا کجا رفتن؟ کیا؟ من مریم رو میگم. من نمیدونم. شما همه چیز رو میدونین. تمام این کارا رو هم خودتون کردین. من نمیدونم اگه ستاره بد بود، خب اینه که دیگه خودتون معرفی کردین. پس چرا این کارو میکنین؟ من کاری نکردم پسر جون. گوش کنین پدر، من نمیتونم به میل و دستور شما عاشق بشم. قبلنم بهتون گفتم، یا مریم یا هیچ کس، یا مریم یا هیچ کس. پس به هم بگین کجا فرستادینش. باور کن من نمیدونم کجا. حالا که نمیخواین حرفی بزنین، من خودم پیداش میکنم. ولی اینو بدونین که کارتون پسندیده نیست پدر. فرهاد خودم یه مرشی
گشا خاله مشکل گشا آدمی بی هم زبون وقتی شد بی آشیون تا به دادش میرسی خاله مشکل گشا خاله مشکل گشا مشکل من به گشا خالق مشکل گشا مشکل من به گشا تاریکی نشدی خانم؟ نه 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 چرا نشدی؟ مریم ببخشید مریم سب کن مریم خواهش میکنم بایستم مریم بایستم از کار دارم مریم بسته باید کار دارم من هیچ کاری باید ندارم مریم تو چرا اینقدر عبث شدی من الان چند روزی که دارم دنبالت میگردم مگه تو مرا دوست نداشتی دیگه همه چی تموم شد من برای معالجه پدرم به پول احتیاج داشتم برای همین مجبور بودم که اون صحنه رو بازی کنم بس تو دروغ گفتی؟ دروغ نمیگفتم دلم هم نمیخواست که به این وضع ادامه بدم ولی من اومدم که تو رو برگردونم من میخوام با تو ازدواج کنم ازدواج خواهش میکنم مزاحم نشو اون پیر مرده رو که اونجا میبینی شوهرمه شوهرت؟ آره برو دیگه خدافظ سلام بابا سلام دوست من میرم قهوه خونه کار دارم باشه مشکی یه قلیونم باشه ما بیاشتیم قلیونش آخه اومده باز کناشو بذاره بالاتر دخترش خونم تو خطه افتادیم رام علیک منی مشکی خیلی خوش اومدی مشمتی یه مطلبی هست که میخواستم بهت بگم آه چیه
ببین مشمتی، خودت میدونی که 15 سال ما با هم سلام علیک داریم. آبروی تو آبروی منه. ما با هم نون و نمک خوردیم. دلم نمیخواد مردم هرچی به زبونشون میاد پشت سرت بگیرن. پشت سر من؟ نه مشتی، پشت تو نه، پشت سر دختره. تو دخترم؟ مگه چی شده؟ تو خودت خوب فکر کن. چطور ممکنه یه دختری یه مرتبه اون همه دم دستگاهو به هم بزنه و بعدش هم اون همه پول خرج معالجه تو بکنه؟ تو فکر میکنی این همه پول از راه حلال به دست میاد؟ دیگه نمیخوام از این حرفا بشنفم. والا شنیدنش بهتر نشنیدنش مشتی. آدم باز یه جا آورو داشته باشه. 60 سال آزگاره که کسی تو رود وای نشده و بگه بالای چشم در روز. چرا باز حالا مردم این همه پشت سر لیچار بگن ها؟ اون میگفت توی شرکت کار میکنه. رئیس شرکتش هم یه پیرمردیه که یه پاش نبه گوره. دیگه از این حرفاش گذشته که بخواد حق سوال کنه. باید از همین پیر مردا ترسید مشمیتی. مگه قضیه میرزا رمزون با اون دختره همسایه‌شون رو فراموش کردی که چه قشقرقی تو این مردا انداخت؟ یه برادر نگو این حرفا رو. تو راستی داری دختر منو یه هر جایی میدونی؟ تو بلا نسبت واسه این که همه میگن. همه غلط کردن که میگن. مشتی به خدای لا شریکن اگه یه رفی دیگه هم چه حرف گردن بشتفم قید همه چی رو میزنم. ببیا این چشه؟ این که هیچ وقت اینطوری نبود. حرف حقیقت که آدم میزنه تلق کل مصطفا. توفه این روزگار بیاد که پول چطوری آدم ها رو یهو از این رو به اون رو میکنه. آها حالا فهمیدم بس قضیه یه دخترشه. آخه تو چرا ندونسته قضاوت میکنی بابا؟ چرا قصاص قبل از جنایت میکنی؟ تو هرچی به زبونت میاد میگی ولی من که کار بدی نکردم بابا. پس چرا؟ پس چرا مردم پشت سر لیچار میگن؟ پشت سر که لیچار نمیگن. خب حق دارن که لیچار میگن. وقتی میبینن تو با ماشین آخرین سیستم اینور اونور میری اصلا بگو ببینم تو اون همه پولایی که برای من خرج کردی از کجا آوردی؟ من که همه چیزو بهتون گفتم. ولی دروغ گفته بودی. تو داری با آبرو و حیثیت من بازی میکنی. من فقط تو این مدتی که شما اینجا نبودید فقط با پسری که اون کسی که دوستش داشتم چند دفعه رفتم بیرون. فقط همین. چشمم روشن، همه چی داره برام روشن میشه. پس مردم راست میگن. دیگه حاضر نیستم حتی یه دقیقه تو رو ببینم. منم حاضر نیستم هرچی که به زبونت میاد نثارم کنی. من همیشه میگفتم یه لقمه نون خالی بخوریم ولی با شرافت زندگی کنیم. بعد از 60 سال آبرو داریم حالا مردم باید پشت سرم زبونه بیزارن. شما بیخود ناراحت شدین. اون هر کاری کرده برای معالجه شما بوده. میدونم ولی دلم نمیخواست که با آبرو و حیثیت من بازی کنه. من چه نیستم. فقط یه پسری رو دوست داشته. فقط همین. خب پر خفه ولی همینجا چالت میکنه. من خفه خون بگی. تو هم خفه خون بگی. پس شما هم میدونیم. البته که میدونیم. عشق را که قربانت نباید پنهان کرد. درسته. اون کیه ها؟ به من بگین اون مردی که اون همه پول بهش داده کجاست؟ مومنتو بمون یعنی مومنتو میدونین اون خیلی ریخت و پاش داره. اون از اوناست. ترسون دیمار بابا. اون خیلی آقاست. خیلی مرده. درسته. من جاشو نشونتون میدم. تو فکر میکنی از دست من چه کاری ساختم؟ شما نباید میذاشتین میرفت. اینو خودتون میدونستین که ما دخترای دیگه فرق داره. بله میدونم. خودم هم دلم نمیخواست اینطور بشه. یا آقایی اومدم با شما کار دارم. یکی با من کار داره. بله. من اومدم که از شرافتم دفاع کنم. من نمیدونم شما از جون ما چی میخواید. شما چی داریم میگید؟ تو آبروی ما رو بردی. بگو ببینم اون پولا رو برای چی به مریم دادی؟ غیر از این بود که میخواستی یه مدتی باهاش خوش باشی؟ اون برای من کار میکرد، منم مزدشو میدادم. مطمئن باشین که مریم به شما خیانت نکرده. اون زن خیلی خوبیه. اون دختر منه. با خون دل بزرگش کردم. دلم میخواست یه سر و سامونی پیدا. ما شوهرش نیستیم. کی گفته من شوهرشم؟ پس گوش کنیم ببینید چی میگم. شما اصلا نگران نباشین. من فرهادم. من اون هم دیگر رو دوست داشتیم. من الان میخواستم بیام دنبالش پیداش کنم. اون نباید از اینجا بره. یعنی اون پسری رو که میگفت دوستش داشته شما هستین؟ بله. ببینم اون الان کجاست؟ نمیدونم.
من باهاش دعوا کردم، گذاشتم از خونه اومدم بیرون. شایدم الان اون از خونه رفته باشه بیرون. یالا تا دیر نشده بگیریم دنبالش. زودشیم پدر، مسئلهشیم. باید بریم پیداش کنیم. باشه، من حرفی ندارم، بریم. حالا نمیشه نه. نه، باید برم. میخوام برم یه شهر دیگه، شاید بتونم همه چیزو فراموش کنم. این حرفیا میزنی؟ پس فرهاد چی میگه؟ تو مگه اونو دوست نداری؟ دوستش دارم، ولی همون تا دیگه نبینمش. گوش کن. پس منم با یه شو همراه بیام گاراژ. خشاش مریم این چیه؟ بدیم ببینم. بابای عزیزم، حالا که شما من یه دختر بد میدونین، منم از این شهر میرم. دلم میخواست همیشه پیش شما باشم، ولی فکر کردم صلاح در اینه که من باشم. ولی فکر کردم صلاح در اینه که مدتی از این شهر دور باشم، تا آبا از آسیاب بیفته و مردم پشت سر شما کم تر بیچار بگن. از اینکه باعث شدم آب روی چندین سالی شما محل ریخته بشه معذرت میخوام، ولی خدا خودش میدونه که حقیقت چیز دیگه ایه. چرا باش اینطور کردین؟ چرا؟ نش تقصیر من بود. خب حالا چی کار کنیم؟ هنوز دیر نشده، اگه زود بریم میرسیم. خدافز بچه، همیشه به یاد شما هست. ما هم هیچ وقت تو را فراموش نمی کنیم. فراموش نمی کنیم. خدا حافظ. ایم کنار 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 به کنار کنار. بسید دوستای شما؟ آره، بریم ببینیم شاید از مریم خبری داشته باشه. مریم کن قربان تو اتوبوس رفت من در شو خونه خالش. بله بله، مومنتو من میدونم خونه خالش کجاست. الان نشوت میدم خونه خاله از این بریم. صاحب کنیم منم برسم. این تو تربیه داشت
پیاده شد. پیاده شیم و پیاده شیم گفتم برای ماشین رو بگیرم. اینها یدناشی دارن بگیرم. چرا شو بگیرم؟ نگه دار. نگه دار. نگه دار. نگه دار. شیر مادرم نگه دار. قربانت برم نگه دار. نگه دار. آقای راننده، ممکنه مردونگی کنید بارا برسونید به اون اتوبوس؟ سوار شید بچه سوار شید، سوار شید آقا لطفا تونتر بگید دارم میرم قربونه یواش بابا این نیله کنده را شدی افتیم هرچی بخوایی من بهت میرم فقط اون اتوبوس را بگیر 500 تومن به شما پول بدیم خیلی خواه بابا خیلی خواه تومتا ساعتی 5 کیلومتر داره سرعت برو دهی دلدل میکنم یه سیخونه که چیزی بهش بزن ببر چه باید حتما سنگین موتور داغ کرده هولش بدین داغ کرده یعنی چی؟ خیلی خوب بچه‌ها آقای راننده داغ کرده یالا بچه‌ها هولش بدین موتور داغ یالا تا گل هولش بده یالا هول بده یالا هول بده یالا هول بده فقط بلدی بخوری یار بده چه با دماغ هول میدی خیلی من یور دماغم رو باشی راف دار راف دار راف دار یکمی دیگه یکمی دیگه الان روشن بسن همینقدر بیار آجون بوده آها روشن شد برو 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 تونتر آقای راننده دارم بیرم بابا منم دارم بیرم بابا الهی بابا بیرم کنه بوچی اینجا دیزی میچسبید یه پای مچه یه پای مچه دلوشو بگیریم ایش دلوشو بگیریم ایش اسکوب مریم مریم کجایی من میخوام با طرف بزنم مریم مریم بایش میکنم بیا پایی ما اومدیم دنبال تو نگاه کن خواهش میکنم بیا پایی مریم مریم اومد پایین اومد پایین مریم دخترم بابا دخترم تو کجا میخواستی بری؟ با برای تو اومده دخترم فرهاد منتظرته برو پیش داخل آدم نیستی؟ حق و اقدار میرسن یا نصیب و یا قسمت خب دیگه بچه همست که جای ما اینجا نیست بریم اردوی کار خودمون رو تحویل بدی اینا قبقیش در مده چشم افتو پس اونا چی؟ خب اونا پیش ما میمونن دخترم اونا با ما زندگی میمونن متشکرم آی بچه ها برگردی